مقابله رژیم با اسلام پرجاذبه مجاهدین با پخش قسمت‌هایی از سخنان سردار خیابانی و خانم مریم رجوی در مرقد امام حسین. تلویزیون رژیم 31 مرداد و اول شهریور 99. سخنرانی موسی خیابانی بسیار جذاب، بسیار گیرا، با بهره‌گیری از استعاره‌های ادبی. ما دیشب آیتمی از صحبت‌های یکی از سران منافقین سازمان مجاهدین خلق پخش کردیم. 1358 صحبت‌های موسی خیابانی در مسجد دانشگاه تهران، صحبت‌های درباره قیام عاشورا، و خواستیم که بحث التقاط این سازمان و اعضاش رو نشون بدیم. بسیاری از مخاطبین ما تعجب کرده بودند از اینکه اون موسی خیابانی این گونه از قیام آقا ابا عبدالله و قیام امام حسین صحبت میکنه با حرارت فراوان و با شورانگیزی. 3000 شهیدی که ما در ترورهای اینها داریم. دیشب خیلی ذهنم درگیر این شد، این سخنرانی پرشور و هیجان. گزارش سوئیس اینفو از محدودیت‌های ویزا توسط آمریکا برای 13 مقام رژیم ایران به خاطر شرکت در ترور کاظم رجوی. گفته می‌شود که این قتل توسط بالاترین مقامات جمهوری اسلامی دستور داده شد، از جمله وزیر پیشین سرویس مخفی رژیم تهران علی فلاحیان به تحریک این ترور متهم شد و در سال 2006 قاضی ژاک آنتنن مسئول این پرونده حکم بازداشت بین‌المللی را علیه وی صادر کرد و گفت او تصمیم و دستور اعدام کاظم رجوی را صادر کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است این 13 قاتل در پوش دیپلمات‌های ایرانی به دستور دولتشان برای خاموش کردن مخالفان عمل می‌کردند. بیش از 93900 نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در 403 شهر. دانشگاه جانز هاپکینز بر اساس آمار اعلام شده رژیم، ایران با 5.7% قربانیان نسبت به آمار تایید شده مبتلایان در رده دوم جهان قرار دارد. وضعیت فاجعه بار و خطرناک زنان زندانی سیاسی در زندان مخوف قرچک ورامین. فراخوان خانم مریم رجوی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی و بازدید یک هیئت تحقیق بین‌المللی برای دیدار با زندانیان، به ویژه زنان زندانی. اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها در 55 کانون اعتصاب با همبستگی و اتحاد. اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین، کارگران سنگ آهن بافق یزد، کارکنان قراردادی شرکت مهنا، پالایشگاه گاز بید بلند دو و دست فروشان اسلام شهر. همبستگی با کارگران اعتصابی پالایشگاه‌ها و سایر کارگران ایران. بیانیه شورای کارگری ساحل جنوبی استرالیا متشکل از 28 اتحادیه که ده‌ها هزار کارگر استرالیا را نمایندگی می‌کند. ما متوجه شدیم که در ایران نقض اساسی حقوق بشر کارگران در طیف وسیعی از صنایع صورت گرفته است. ما از اعتراضات و اعتصابات کارگران ایرانی، به ویژه کارگران اعتصابی در صنعت نفت و پتروشیمی در جنوب ایران و کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه حمایت می‌کنیم. ریزش 53000 واحد شاخص بازار بورس در روز دوشنبه، سنگین‌ترین ریزش در 5 سال اخیر. آخوند موسوی لارگانی:
1.5 تریلیون تومان برابر با 25% کل ارزش بورس پودر شده و از بین رفته است. بیانیه مشترک وزرای ترابری و خارجه کانادا. گزارش مقدماتی رژیم ایران حاوی اطلاعات محدود و گزینشی است. چرا موشک‌ها در وهله اول شلیک شدند؟ چرا فضای هوایی ایران باز بود؟ سفر گروسی به ایران، آسوشیتد پرس. رافائل گروسی، رئیس آژانس انرژی اتمی، در سفر به تهران برای دسترسی به سایت‌های اتمی بازرسی نشده، رژیم ایران را تحت فشار می‌گذارد. فؤاد ایزدی، کارشناس حکومتی. گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دنبال ایجاد بحران ساختگی ادامه دار است. مجیزگویی روحانی از خامنه‌ای، حسرت برجام نافرجام و گریز زدن به صحرای آمریکا در پاسخ به سفرولا شدن توسط خلیفه ارتجا و چندین فقره بلوف درمانی. همطوری که آقای استاندار گفتند، اگر این خبیث در آمریکا رو کار نیامده بود و برجام روند خودش رو طی کرده بود، الان به جای 400 هزار بشکه در روز بیش از 1 میلیون بشکه ما در اینجا تولید می داشتیم. در سالهای گذشته که محضر جنابعالی شرفیاب شدیم، حضرت عالی به ویژه در سال گذشته رهنمودهایی برای اعضای دولت داشتیم و ما همیشه تلاش کردیم که اون رهنمودها رو در حد توان و امکانمون اجرا کنیم و پیاده کنیم. بیکاری در آمریکا 9.3% افزایش پیدا کرد، اما در ایران نه تنها ما بیکاری ما افزایش پیدا نکرده، بیکاری ما کاهش پیدا کرده. 1.1% بیکاری ما کاهش پیدا کرده. قدرت امکانات پزشکی ما نسبت به گذشته تاریخ ایران در این 7 سال 2 برابر شده. این اغراق و مبالغه نیست. بسیاری از رهبران دنیا که با من مواجه شدند تعجب کردند، از من پرسیدن، براشون توضیح دادم و گفتن کار عظیم و بزرگی است که در کشور شما انجام گرفته. در آمریکا در برابر 1 میلیون جمعیت 536 نفر فوتی داشتن، اما در ایران 241 نفر. جنایت جدید ماموران جنایتکار رژیم در شهریار. 2 جوان با شلیک ماموران نیروی انتظامی به طرز فجیعی کشته شدند. در شبکه‌های اجتماعی، خامنه‌ای یزید زمان ما برای کشته شدن جورج فلوید در آمریکا اشک تمساح می‌ریزد، اما در شهریار 2 جوان را می‌کشد. گردهمایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران
حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. سخنرانی و پیام‌های شخصیت‌های پارلمانی و نمایندگان پیشین مجلس. لئو داتنبرگ از آلمان، سر آلن میل و کری پولارد از انگلستان، الئونورا چیمبرو، تونی ماتارلی، الیزابتا زامپروتی و ماریانو رابینو از ایتالیا، دیانا چولی و نامیک کولپلیکو از آلبانی. لئو داتسنبرگ پارلمانتر از آلمان. رژیم با همه امکاناتش تلاش می‌کند تا مقاومت ایران را بی‌اعتبار سازد، ولی این تلاش به ضد خودش تبدیل شده است. اروپا می‌تواند و باید اپوزیسیون دموکراتیک ایران را به رسمیت بشناسد و از آن در تلاش‌هایش برای پایان دادن به رژیم دیکتاتوری حاکم حمایت به عمل آورد. سر آلن میل، پارلمانتر از انگلستان. شگفت‌انگیز است که شما این کنفرانس را آن هم در دوران پاندمی و بحران جهانی کرونا برگزار کنید. این نشان دهنده تعهد شما در مبارزه برای یک ایران آزاد است. کری پولارد، پارلمانتر از انگلستان. در طول این سالیان خانم مریم رجوی در خط مقدم تلاش برای تحقق دموکراسی در ایران بوده است. پیشرفت‌های حاصل شده مدیون ایشان است. سرانجام مردم ایران آزاد می‌شوند و سرکوب و کشتار متوقف خواهد شد. الئونورا چیمبرو، پارلمانتر از ایتالیا. این رژیم یک رژیم ضد دموکراتیک است و به همین دلیل ما از برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت می‌کنیم و یقین داریم که راه اصلی و نقش مسیر درست همین است که به آزادی و دموکراسی راه می‌برد. پس به پیش در حمایت از مقاومت ایران تا تحقق ایرانی آزاد. تونی ماتارلی، پارلمانتر و شهردار شهر مزانیه از ایتالیا. فقر مطلق و گرانی بخش اعظم جمعیت کشور را فرا گرفته است. بیکاری همراه با کرونا و پنهانکاری آمار قربانیان توسط رژیم جامعه ایران را به نقطه انفجاری رسانده است. افشاگری‌های مقاومت ایران و فعالیت‌های کانون‌های شورشی در ایران طرح‌های رژیم را واژگون کرد. زمان آن رسیده است که مقاومت ایران را به عنوان آلترناتیو جدی و مردمی رژیم مذهبی به رسمیت شناخت. الیزابتا زامپروتی، پارلمانتر از ایتالیا. مقاومت ایران آلترناتیوی است که در مقابل پندار زشت، گفتار زشت و کردار زشت این رژیم ایستاده است. پس می بایست مورد حمایت قرار بگیرد. ماریانو رابینو، پارلمانتر از ایتالیا. عمر رژیم آخوندهای بنیادگرا بیشتر از آنچه که باید طول کشیده است. مردم ایران خواهان ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت و متمدن هستند. من در کنار مردم ایران و حامی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آزاد هستم. دیانا چولی، نویسنده و پارلمانتر از آلبانی. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای مردم ایران یک کشور آزاد، برخوردار از دموکراسی و جدایی دین و دولت به ارمغان می آورد. پیام و چشمانداز ارائه شده توسط او یک جامعه مدرن، برابر و دموکراتیک در ایران است. ما قاطعانه در برابر تروریسم رژیم ایران و صدور بنیادگرایی به آلبانی و خارج کشور ایستاده ایم. ما از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران، آلترناتیو دموکراتیک در برابر دیکتاتوری آخوندی حمایت می‌کنیم.
نامی کولپلیکو پارلمانتر از آلبانی. مجاهدین که ما میزبان آنها در کشورمان هستیم بهترین نمایندگان مردم ایران هستند. در آلبانی یک اشرف وجود ندارد. مردم آلبانی در حمایتی که از شما میکنند نشان دادند که هزاران اشرف در آلبانی وجود دارند. هزاران اشرف در سراسر جهان و مهمتر از همه در ایران. این تلاش بزرگ مردم در داخل ایران است که تحت رهبری خانم رجوی دستیابی به آزادی و دموکراسی، سعادت و زندگی شاد را امکان پذیر می سازد. پخش در پایان اخبار.